خانوما به حدود دو میلیون تخمک به دنیا میان و طی زمان تعداد این تخمک ها کم میشه به گونه ای که در سن 37 سالگی فقط 26 هزار تخمک براشون میمونه و در سن 61 سالگی فقط هزار تا تخمک دارن کیفیت این تخمک ها هم به مرور زمان به شدت افت میکنه بهترین سن برای بارداری خانوما بین 20 تا 24 سالگیه که در این بازه سنی میزان بسیار زیادی از عوارض بارداری برای جنین و مادر کمتر از سنین قبل یا بعده قدرت باروری خانوما از سی سالگی به بعد روز به روز دچار افت میشه سن خانوم هرچی از سی سال بیشتر بشه احتمال ناباروری تنگی عروق لخته شدن خون و بروز ترومبوزهای وریدی و آمبولی ریوی بیشتر میشه تعدادی از عوارض به تعویق انداختن بارداری عبارتند از سخت جنین مردزایی پر اکلامسی جفت سرراهی ناهنجاری های ژنتیکی نوزاد کم وزن کاهش رشد جنین و نواقص مادرزادی و نارس به دنیا آمدن کودک ناهنجاریهای کروموزومی از قبیل سندرم نیاز به انجام زایمان به وسیله سزارین که کلی عوارض داره خودش خونریزی شدید پس از زایمان ابتلا به دیابت و فشار خون بارداری سن 20 تا 24 سالگی که طبق مطالعات انجام شده بهترین زمان باروریه رو دخترها یا مشغول خاله و رد کردن خواستگارها هستند یا دارن درس میخونن که دکتر مهندس بشن 40 ساله بشن بترشن بمونن خونه باباشون از 40 سالگی به بعد آقایون قدرت باروریشون دچار افت میشه آقایون هرچی فرزندآوری رو به بعد از چهل سالگی موکول کنند احتمال کم شدن حجم منی کاهش تعداد سرعت حرکت و غیر طبیعی شدن شکل اسپرم ها و پیر شدن اسپرم هاشون بالا میره که این عوامل باعث بروز ناهنجاری های کروموزومی میشه ناهنجاری های کروموزومی باعث بروز انواع نواقص مادرزادی جنین ضعف بنیه کوتاهی قد و جسه جنین و کودک میشه هرچی سن مرد بالاتر بره زمان بیشتری طول میکشه تا بتونه همسرش رو باردار کنه از طرف دیگه زنش هم چه سنش کم باشه چه زیاد بیشتر در معرض خطر سخت جنینه برای آقایون سنین بین 20 تا 30 سالگی بهترین زمان برای بچه دار شدنه که البته در این سن پسرای ایرانی یا دارن دختر بازی میکنن یا دارن ادامه تحصیل میدن تا وقتشون واشه یا دارن پاشنه در خونه دخترای مردم و از جا در میارن و پشت سر هم جواب رد میشنوند چون پول مول و خونه ماشین ندارن و اسپرم ها توی کمرشون در حال خشکیدنه البته اگه نصیب گلنار شده باشه به عقب انداختن بارداری علاوه بر مشکلات ژنتیکی مشکلات دیگه هم برای کودکی که تولید میکنین داره از جمله اینکه سنتون رفته بالا و در سن بالا انسان به آرامش بیشتری نیاز داره ولی کودک تازه زندگیش رو شروع کرده میخواد بازیگوشی کنه اونم توی آپارتمان های امروزی و شما حوصله شلوکاری ندارین و این تنش بین شما و اون باعث بروز انواع مشکلات عصبی اخلاقی هویتی شناختی ارتباطی در کودکتون میشه که مقصر اصلی اصلیش پیر پیرمرد زن بودن بابا ننشه. بهترین فاصله زمانی بین دو بارداری هم بین سه الا نهایت پنج ساله که خطر عوارضی مثل کمخونی مادر و مشکل کمبود شیر و ذخایر مواد مدنی بدن رو کم میکنه البته این مورد کاملا وابسته به بنیه مادر و تغذیه سالمه و اگه خانم بنیهش قوی باشه و تمام مواد غذایی مناسب و انرژی ساز در اختیارش باشه مشکلی نخواهد بود اگه فاصله بارداری ها بیش از پنج سال بشه احتمال مشکلات جدی دی نظیر مسمومیت دوران بارداری افزایش فشار خون هین بارداری دفع پروتئین از ادرار و تورم بیش از حد دست و پاها هم وجود داره لاغر کردن خانمها با هدف بارداری به شدت مذره و علاوه بر به خطر افتادن سلامت جنین برای خود مادر هم میتونه منجر به دیابت و فشار خون بالا بشه و اما میپردازیم به این موضوع که بعد از ازدواج چه زمانی بهترین زمان برای اقدام به بارداری و بچه دار شدنه ببینین 99 درصد ازدواج ایران به خاطر چشم روی دختره و ماشین و خونه پسره یا پولدار بودن پدر پسر است در این ازدواج چون دو طرفی شناختی نسبت به هم ندارند ادامه زندگی یا طلاقشون روی هواست. به احتمال اینکه کارشون به جدایی بکشه زیاده مثل قدیم هم نیست که زن و مرد هر جو شده زندگی و حفظ میکردن الان فقط و فقط خواستهای خودشونه که اهمیت داره نه خواستهای طرف مقابل یا نه نیازهای زندگی مشترک و هیچ هم حاضر نیستن از هاشون کوتاه بیان توی این جور ازدواجی که هر لحظه امکان جدایی و طلاق وجود داره مغز چارپا باید خورده باشین که بلافاصله بچه دار بشین چون بچه های طلاق به شدت آسیب میبینن از لحظه تولدشون دچار مشکل هستن تا حتی لحظه ازدواجشون چون خانواده درست درمونی ندارن که ازشون حمایت کنه خانوادهشون متلاشیه و حتی در چهل سالگی هم نمیتونن یه خواستگاری عادی برن در ازدواج سنتی بدون شناخت در عصر مدرن لازم مقداری دختر پسر صبر کنن و بعد از ازدواج همدیگر رو بیشتر بشناسن و در واقع کوتاهیشون در پرسیدن سوال سوالاتی که فارسیکا در قالب سه ویدیو مطرح کرد باعث میشه بهشون بگیم بهتر فعلا دو سه سالی دو نفری با هم زندگی کنین ببینین با خودتون چند چندین در ازدواج هایی که دو طرف سوالات کاملی از هم پرسیدن و به شناخت کاملی از هم رسیدن و مطمئن هستن میخوان تا ابد با هم زندگی کنن اگه زیر سن مناسب مثلا 18 سال هستن میگیم بهتره تا رسیدن به سن قانونی صبر کنن تا هم عقلشون و هم بلوغ جسمیشون به حد کمال و نهایه خودش برسه و بعد در زمان که هر دو حداقل 18 سال سن دارند اقدام کنند برای بارداری در ازدواج هایی که در سنین بالای 30 سال رخ میده اگه دو طرف بدون شناخت ازدواج کردن که اف بر اونها مخصوصا اگه خانم 30 35 سالشه و بدون شناخت ازدواج کرده کارو سخت کرده و هیچکس نمیدونه چه تجویزی براش درست تره از یه طرف سنش بالاست و بارداری روز به روز براش سخت تر میشه از طرفی اگه بلا فاصله در دوران شیرخارگی نوزاد کارشون به طلاق بکشه دیگه وا و از طرفی اگه بچه دار نشن و طلاق بگیرن حالا کو شوهر واسه زنه که بخواد پیدا کنه و ازش بچه دار بشه و احتمال اینکه اینجور خانم تا آخر عمر در حسرت فرزند بمونن خیلی زیاده متعلقه ای که بچه هم نداره و سنش زده بالا اگه هم شوهر و هم زن بالای 35 سی سی سال که بدون شناخت ازدواج کردن آدم حسابی با اخلاق و با مسئولیت باشن شاید اگه بتونن تضمین کنن که حتی اگه کارشون به طلاق کشید دست از حمایت بچه و انجام مسئولیت که به گردنشون بر نمیدارن بچه دار شدنشون بی مشکل باشه اونم بلا فاصله بعد از ازدواج اما اگه بی مسئولیت و بیلیاقت لیاقت باشن واقعا هم با زندگی خودشون بازی میکنن هم بچه در ازدواج که با شناخت کامل انجام شده و هر دو طرف از لحاظ عقلی و مسئولیت پذیری بالا هستن از هر سنی بعد از 18 سال بچه دار بشن اشکالی وجود نداره بچه بیارن حالشو ببرن در واقع به چنین زوج میگیم هر چیز زودتر بچه دارشی بهتره یه عده مقصفندقی هم هستن توی مجردا فرو میکنن که حالا هر زمان ازدواج کردی عجله نکن وقت هست بذار دو سه سالی زندگی کنی بعد آدم عاقل برای همه یه جور نسخه نمیپیچه شاید طرف چهل سالشه بهش میگی دو سه سال صبر کن بعد بچه دار شو به چشمت ندیدی زن و شوهرایی که بعد از ده سال از هم طلاق گرفتن هیچ تضمینی وجود نداره که به حرف تو گوش کنن بچه دار نشن سه سال با هم زندگی کنن و همیشه اوکی باشه و بعد بچه دار بشن و سال پنجم طلاق بگیرن هیچ تضمینی وجود نداره و چنین اتفاقاتی کم هم رخ نمیده بنابراین نباید به این افراد تجویز کرد که وقت کشی کنند شاید اون زن دیگه هرگز نتونه ازدواج کنه چرا از حق داشتن اولاد محرومش کنیم تا از دو جا بسوزه شاید دلش با همون فرزند خوش بشه و ادامه زندگی براش آسونتر و مثل یه شیرزن هم از فرزندش حمایت کنه بنابراین قبل از نصیحت مجردا یه خورده مخ پوسیده رو سوهم بزنید برای همه نمیشه یه نسخه پیچید باید دید چند سالشونه زن هستن یا مرد مسئولیت پذیر هستن یا خیر مجموع این رو که آدم از طرف بدونه میتونه تجویز درستتر و بهتری داشته باشه تا اینکه به همه بگی حالا دست نگهدار وقت هست کجا وقت است نمیبینی اسرائیل توی خیابونا راه افتاده داره جوونا رو میگیره تارو مار میکنه